سلامونه درنو لیدونکو. افغان ولسمشر هرات ته په خپل سفر کې د هغه ولایت 15 رئیسان له دندو ګوښه کړ او ترغه د مخه یو هیات چې د هرات وضعیت دی ارزونه دی لپاره استولې وو. د هرات سرپرست ولی هم له دندې ګوښه کړی شو دی. کار ته د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ډول ډول خبرګون خول سوې د لوی برخي خلکو هرکلی کړي ویلي چې دغه کار به دوام وکړي. خو یو شمیر نور څېړونکو کتون کې وایي چې دا ډول کارونه ګټه نه لري او اساسي اصلاحات ته په افغانستان کې اړتیا سته او دغه ډول ګامونه بیړني بولي. دینن په خبرونه کې موږ په دې مسلې باندې بحث کوو څومره کولای شي هغه ډول کسان باندې سیوري غوړي یمن تاثیر پیو کوي سي کار نه کوي یا سم کار نه کوي او یا په فساد کې ښکیل دي او یا خلک ورنه ناراض دي په غو باندې بیا غیزي سي ډول یو دغه ډول ګامونه څومره کولای شي رښتیا هم د حکومت والی رخي حکومتداري سره مرسته وکړي. دینن د بحث ملمانه در سره د هرات د افغانستان پولیسي جرګې کې د هرات ولایت استاد غلام فاروق مجرو صاحب بل ملمر سره د سیاسي مسلو شنن کې اساق اتمر صاحب د دریم ملما مظریف ناصری صاحب د تر اوسه نه رسیدلې خپل دوړ ملمنو ته دلته هر کله وایم. مجرو صاحب شما بودین د سفر امر رئیس جمهور را غننه بودین خود از هرات څنګه میفهم چی ګونه بودی؟ بنا خداوند بزرگ و بعد سلام خدمت شما و همکاران محترمتان بینندگان بسیار عزیز و استاد گرانقدر حاضر در بحث. سفری که دیروز رئیس جمهور به هرات داشتن و در پیوند به این سفر شما هم در ابتدای این بحث گفتین که پیامدهایش چی بود، من شخصا به همراه رئیس عبدالله در سفر نبودم ولی همون با خبری دارم که در هرات چی گذشت. مهربانی، چی گونه اقدام بودی؟ د هرات بسیار تقاضا زیات وخت به طرف زیات بو، مسله زندان هم بود، چندین بار شکایت بود از مقامات محلی و رئیس جمهور کی سفر هم داشت خودش از نزدیک دید و شکایت و در مقابل از اون نیمی اقدام کرد که پنج رئیس از کار برکنار کرد. چی گونه است به نظر مردم هرات؟ حرفی است که از چند بدین سو مردم هرات به خاطر ناامنی ها، ترور، اختطافی که مردم هرات آزار میداد متوقع بودند تا حکومت مرکزی در قسمت تامین امنیت مردم هرات و در قسمت ایجاد یک حکومت داری خوب که یک از شعارهای بسیار مهم رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور بود، اینها امیدواری داشتند که حکومت مرکزی در این مقطع زمان برای امنیت مردم هرات، برای جلوگیری از خطب زمین، برای جلوگیری از زورگویی‌ها و قلدری‌ها، برای جلوگیری از ترور و اختطافی که در هرات روان بود یک اقدام بکنه. صداهای مردم هرات پای نمایندگان مردم به ریاست اجرایی کشاند و همراه رئیس هیئت اجرایی مصاحبات های در این زمینه داشتیم و پیشنهادات مشخص هم داشتیم. همراه نامه به شورای امنیت ملی افغانستان فرستادیم، همراه وزیر داخله و معین ارشد امنیتی هم صحبت های داشتیم پیرامون وضعیت امنیتی هرات. پیشنهادات مشخص ما این بود که اولا رهبری امنیتی ولایت هرات توان مدیریت امنیت در ولایت هرات ندارن. ولی ولایت هرات من حیث رئیس شورای نظامی اما توانمندی مدیریت نداشت از لحاظ نظامی صحیح. و قماندان امنی ولایت هرات هم که تازه به وظیفه اشغال وظیفه کرده بود و گماشته شده بود، این تا حال در هیچ گوشه ای از افغانستان این قماندانی نکرده بود. ما مقامات زیرسالار در جریان گذاشتیم که این دو بزرگوار، ما نمیگویم که انسانهای خدای ناکرده بدی هستند، فاسد نبودند، رشوت نخوردند، اما توانمندی مدیریت امنیت ولایت به بزرگی هرات ندارند. این موضوع رئیس جمهور هیئت مقرر نمود و این هیئت به هرات رفت و تقریبا چند روز به هرات ماند و نتیجه سفر به رئیس جمهور رساند. خب شک نیست که اکثر سلا شکایت های از بعضی ریاست ها، مدیریت ها، قماندانی ولایت در جای صورت گرفته بود. رئیس جمهور در اولین کار والی هرات برطرف کرد و ما از او سپاسگزاری کردیم، ولی خواستیم که یک شخص مدیری برای ما روان کنه. یکی است که یک نفر از وظیفه تو بگدوش میشه و یکی است که آیا چی کس جایینشینه ای آدم میشه، آیا عدیب بدتر هست یا بهتر. رئیس جمهور در یک اقدام غیر مترقبه دیروز وارد ولایت هرات شد و یک تعداد از وکلای پارلمان و از وزارتخانه‌های دفاع ملی، امنیت ملی و وزارت امور داخله از سرپرستای از وزارت‌ها را هم همراه خود برده بود. تا شام رئیس جمهور با نهادهای مدنی، شورای علما، شورای ولایتی،
اتاق تجارت به صنایع هرات و سایر شخصیت های زینفوز هرات دیدن کرده بود، یک محافل بسیار خوب داشت. در ختم مجلس برای جمهور به یک بارگی اقدام برطرفی بعضی از افراد کرد که شما هم درگیر از این مسئله گفتین که چی شد. ما آرزو داشتیم اولا خود مردم هرات که، یعنی خواست شما که به رئیس اجرایی هم دیدین و پلان به شورای امنیت هم پیشنهاد دادین، این نبود که رئیس هم برطرف شد، مسئله امنیتی بود. ما اول خب بس امنیتی بود و ما سر مدیریت امنیت صحبت داشتیم. صحیح. یک دوم، رئیس جمهور که برای اصلاحات قدم برداشته بود، ما اصلاحات را به جان و دل می‌خریم و اصلاحات یک از گمشده مردم افغانستان است، مثل امنیت بری، مثل حکومتداری خوب بری، مثل یک زندگی خوب، یک رفاه اجتماعی. این اصلاحات هم از این گمشده های مردم افغانستان است که خدا کنه یک روز او را پیدا بکنیم. ما بسیار خوش هستیم و خوش بودیم که رئیس جمهور هم به اثر شکایات مردم یک سری تغییرات به وجود بیاره، اما تغییرات از خود راه ها داره. به طور مثال رئیس جمهور در یک اقدام گفت که تمام ولسوالا و سرپرست ولسوالا برطرف، اما نگفت کی ولسوال. سرپرست ولسوال برطرف شد، یک نفری که مامور زیر دست از اومد بود سرپرست ولسوالی شد. مثل وزیر آوره این چه قسم میتونه که برای مردم خوبی بیاره؟ رئیس جمهور باید از طریق مجرای قانونی از او اول 15 نفر ولسوال به وظیفه میگماشتی، وظیفه میره این ولسوال میره اشغال وظیفه میکرد، خود به خود و افرادی که سرپرست بود اونا برطرف میشد. قماندان های امنی ولسوالی ها را که رئیس جمهور برطرف کرد، شما قبول بفرماین که در بین قماندان ها شاید همی در بعضی از اینا کمی ها و کاستی های هم وجود داشته باشه که من فرات نمی کنم، اداره افغانستان هیچ اداره نیست که همه چیز تکمیل باشه. اما در بین از اینا بعضی افراد هم بود که شما قبول بفرمایید که و واقعا قماندان های شجاع، قهرمان، توانمند، کسایی که خیلی بالاتر از وظیفی هم که داشت میتونست که صحیح کار بکنه. در بین مسائل رؤسا ما بسیار خوش شدیم که بعضی از رؤسا را به سارنوالی سپرد. خب حتما در پیوند به بعد از شکلات کار صورت گرفته. اما این کار رئیس جمهور میکرد با حفظ مسئولیت وظیفوی. مثلا رئیس یک اداره متهم واقع شده بود، او رو به سارنوالی معرفی میکرد، سارنوالی تحقیقات لازم انجام میداد، اگر اتهام بر او وارد میشد محکمه در برابر از او فیصله میکرد، مجرم شناخته میشد، میرفت سزای کرده های خود میکشید، برای مردم هم بسیار مقبول میشد. اما بحث اینجاست که مثلا یک رئیس با تمام بیابرویی بیرون کردن و منفک کردن، روان میکنن به سارنوالی، فردا اگر سارنوال گفته که یا قاضی حکم کرد که این براءت حاصل کرده، هیچ گونه اسناد و دلایل موجه برای این آدم برای دلیل اثبات جرم به این پیدا نشد، وقت همی صدمه اجتماعی دیر که میبینه. ما امیدوار بودیم که رئیس جمهور و امیدوار هستیم که رئیس جمهور اولا دیروز با یک پیام به هرات میامد، یک پیام کلان به هرات میامد. هرات زربانه های بسیار کلان داره که در سطح مملکت میتونه مفید واقع شود. هرات دیروز هرچند گفتید ما یک شهر ترانزیتی میسازیم، ساختن یک شهر ترانزیتی یک برنامه بسیار کلان میخواد، کاری از این حرفا آقای کرده هم گفت، ما دیروز میخواد ولی یک پیام نبود مثلا که از این به بعد این صدای مردم شنیده شد، خواستای مردم امی بود که تغییر باید بیه و تغییر اونا آورده شد و حکومتداری خوبه که مردم میخواستن، این یک اقدام نبود؟ ما بر تغییر خوش هستیم، برای حکومتداری خوب. خب باز هم گفتیم اول که و همه مردم افغانستان گمشدی مردم است که او را هرچی میگردن بال پیدا کرده نمیتونه. اما تغییر و اصلاحات یک پروسه است، این قسم نمیشه که رئیس جمهور در یک عمل غیر مترقبه بگه بریم 15 تا قماندان امنیه برطرف، 15 تا ولسوال برطرف، عالم ولسوالی و همی قماندانی امنی یک ولسوالی رو کی نگهبانی میکنه، کی پاسبانی میکنه؟ بسیار کار خوب بود که تحقیقات صورت میگرفت، افراد تعیین میشد، میرفت اشغال وظیفه میکرد، افرادی که توانمند نبود از وظیفه سبکدوش میشد. همین راه های اصولی و قانونی یک حکومت داری هم همی است. در گذشته زمانی که ما هم مامور بودیم در حکومت، وقتی یک مکتوب میامد از مرکز که فلان ولد فلان به صفت ولسوال فلان ولسوالی به عوض فلانی مقرر شد و فلانه بست، مقرر شد و فلانی ولد فلانی به فلانه بست،
به یواد فلانی یا در بست کمبود مقرر شد، این کار رو نکردن. مینا در یک عمل غیر مترقب آمدن، همه از وظیفه سو بکدوش کردن بدون از اینکه معلوم شد که آیا امی کارتی که این پست اشغال میکنه او کی خواهد بود. تشکر. اتمر سب تاس بکم نظرو تا گوری در رسانه یو که دیر توت هرکاله سویده یا خگام بلل سویده دیر ولایتونو که نن رسنۍ سره کوم خلکو تماس کې شی وغوښتنه دا وسی دوی ولایت کې دیم دغه ډول یو بدلون راسي لکه من نظر تاسو ته کوم مننه تاسو ته ولیدون کتاب جراب مجدو سپتا او داسې سپتا سلام بوجه وړاندې کوم. خبره داسې ډیر په تفصیل سره مجدو سپ تاسو ته معلومات درکړ. زه داس فکر کوم چې د هرات وضع په دې وروستي وختونو کې او مخصوصا د هغه کسانو وضع چې هغوی تجارت او د هرات شتابن کسانو یو سلسله ترور او اختطافونه په هرات کې ډیر زیات شو چې دې غږ لکه چې مجد صاحب ویل د ولسي جرګې د خوانه او د نورو نهادونو د خوانه ولسمشر ته ورسول شو. ولسمشر بالاخره تصمیم ونیو چې د خپله هرات ته سفر وکړي او په دغه سفر کې دې د هرات وکیلانو سره د هرات خلکو سره مدنی ټولنې سره او د دوایرو د رئیسانو سره خبرې وکړل. البته د هغه مخکې لکه چې اشاره ورته وشو فاروقي صاحب هلته تللی و د یو لوړ پولي هیئت سره یو ځای، هغوی خپل ارزونه د هرات د ولایت نه درلودو په اساس د دغه راپور ولسمشر مجبور شو چې هرات ته سفر وکړي. یقینا خپله مدیریت تعریف داسې دی چې تاسې که یو مدیر خو مدیر یاستئ باید خپل وظایف وسپارئ خپل لاس لاندو کسانو ته او بیا هغه کنټرول کړئ، ډیلیګیشن اینډ کنټرول. دا ډیر مهم دی. کله چې یو چارواکی په یو چارواکي باندې اعتماد کیږي د یو دولت د خوانه د یو نظام د خوانه، هغه رهبری مجبور دی چې دغه چارواکي کوم مسئولیت چې هغه ته ورسپارل شوی د دې کنټرول وکړي، یو ځلې وګوري چې دغه چارواکی چې په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې مسئول دی د دې کارونه څنګه دي. سم ګام تاسو یې منظم نه ده مدیریت د اساس سم نه صحیح ګام دی، ښه ګام دی. د کې دی یو تشویش دا دی چې ډېر په عجله که سړی دغسې مسایلو سره برخورد وکړي او بیا خپله ولسمشر، زه فکر کوم دا لږ ذره بیا په وچو کې لابده سوځي. دغسې یو متل دی، ډېر کسان دغسې کسان چې هغوی به ښه کار کړی لیکن مخکې د دېزه داسې نه وایم، دغه یو یم خپله ولسمشر شاید ونه پېژني. د راپورونو پر اساس باندې د خلکو د شکایتو پر اساس باندې ولسمشر دې ته مجبور شوی چې دا کسان دې وظیفې نه لري کړي. لیکن په مجموع کې دغه کار ډېر ښه کار دی. زه داسې زمونږ امید داسې دی چې دوی دې په ټولو د لکه چې د ریاست جمهوري په اول شپو کې دوی حتی ځینې شفاخانو ته لاړل، حوزو ته لاړل. دا ښه رسم دی، ښه رواج دی چې په ولایاتو ګرځي، په وزارتخانو ګرځي، په مستقل ادارو ګرځي، رئیس اجرایت لاړ شي ودي ګوري، نور حیاتونه دې لاړ شي وګوري. حداقل خلک په دې باندې پوهېږي چې دلته یو سیستم شته چې هغه زباره بس خاص کیږي. مننه ډېر زیاته نصری صاحب. تم کراغله سوی راورسېده موږ بس نصری صاحب شروع کړی و همدا د هرات مسله وه. لکه ماړه خورته ګوري تاسو خپل دغه ګام ته. بسم الله الرحمن الرحیم. نیک هلی و سلامونه تاسو ته، محترم وکیل صاحب ته، اتمر صاحب ته، د افغانستان ولسته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا کوم ګام چې هرات کې اخیستل سوی ده دا یو مثبت ګام ده. نه تنها دا چې په هرات کې اخیستل سوی مثبت ده، زه فکر کوم د ما له لیدګانه چې په ټول افغانستان کې دغسې یو ګام اخیستلو ته ډېر ارشد ضرورت ده. هغه د څه معنا لپاره؟ دې لپاره وایم چې دغه تیر رژیم کې تقریبا یو تعداد افراد وله چې فقط په یو ځای کې دوی قمندانان وله او هلته اته کاله او لس کاله او اوه کاله او پنځه کاله تیر شوي دي، یا ډېر په هغه تشکیلاتو کې موږ وینو چې محلي خلک هلته مقرر شوي. زه ډېرو ځای کې مثال لرم، ولسوال د کور څنګ کې ولسوالي ده، د همغه کلي ده، د همغه ځای ده.
کمانډان صاحب البته خصومتونه منطقوي قومي مسائل شته دي ولې کله چې مقررسي وي تر اوسه پورې خلک جرأت دي نه لري چې اقدام وکړي او شکایت وکړي له کمانډان یو سوال نو په دې خاطر باندې کوم تغیرات چې په هرات کې اول شروع شي موږ ورته نیک فال باندې ورته ګورو په خستر ګورته ګورو او مثبت تاثیرات به شي مثبت تاثیرات نو ولایت یا په هرات باندې په هرات کې نور ولایتو کې هغه دا شاید چې موږ کله د یو تغیرات وایو چې دا مثبت دی ولې وایو مثبت هغه په دې درته وایم چې موږ له خلکو سره ناس او خبرې هم کړې دي دغه ټول خلک تر بسوګ مو پور راغلي دي دغه کمانډان د امنیت او نور نشي مقرر شوی دي تبدیل شوی نه دي نو په دې خاطر باندې تاثیر دا شاید چې اول نن په د ښار کې شو زګرځیدم خلکو ډیر احساس د خوشحالي کوله او هغه کسان چې باز ځای کې مسولین و ډیر خپه او گزارشات چې ما اخیستل وای ولی وای دا په ټول افغانستان کې شروع کیږي نو په دې اساس باندې د کله چې په ولای کسان په دې نور ولایتي چارواکو مثبت تاثیر لري چې غویریږي چې کېدې چې موږ سره نه ښه دقیق زه گزارش لرم دغه اوس نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې تقریبا یو څوک راغلی له ولسوالۍ منطقې نه ویل چې دغه احساس د خوښي خلکو کوله او هغه مسولین چې هلته ول غوی ول چې وخت د ورکېدو د منګ راغلی ده ګوره موږ بعض مسایل باندې خبرې ځکه افغانستان هغه افغانستان ده چې له جنګ راوته په حالت د جنگ کې ده بنا اندس یو غل لپاره اصلاحاتو لپاره ضرورت ده چې خلک تنفس وباسي او زمين کې دغه تغییر او تبدیل لکه څنګه اټمار صاحب شوړته ویلې دا ډېر ښه تاثیرات لري نور هم پیږي چې سبا تبدیل کړم حتی هلته بعض مسایل چې ما تقریبا ډېر مصروف هم په دغه دوه ورځو کې ډېر شارت مې دا قبول ده د محترم رئیس دا سفر چې هلته خلک محکمو ته معرفي کړي وو نو دا خو نو خلک پیږي چې اوس دا سیاسي نظام راغلی چې موږ پښتنه کوي له موږ باز خاص کوي او زه چې دلته راغلم د دې لپاره راغلم چې مصدر د خدمت وګرځم نه دا چې حاکم او بادار یم او خلک له ما نه تشکر وکیل صاحب زمي درک کس فکر میکنه کی یک اقدام مثبت است و دلیل شخص میکنه ناصری صاحب گفت ممکن دیگه مقامات هم از این بعد یک طرز دل شان باشه که ما دائمی نیستیم یا مثلا اگه کار خوب نکردیم اینا بینی رسوایی یا هر رقمی که است عاجل برطرف میشیم یا پرسان است حد اقل از این بعد مثلا یک صدای مردم شنیده میشه در مورد هر کس د 13 سال یک مخایش از مردم یا پیشنهاد از مردم اینی بود که شکایت در مورد یک کس می بود ولی او کاس از یک جای دیگه جای بدل میشد یادمونجا می بود اگه از اونجا برطرف میشد یک جای دیگه از این درک چقدر میتونه تاثیرات مثبت داشته باشه سر دیگه مس امور ما یک از خصیصه های یک نظام خوب و مردمدار و خادم برای مردم نظام سیستم مجازات و مکافات هست بله حکومت گذشته که متاسفانه سیستم مجازات و مکافات در او حکومت وجود نداشت نیم زمین پیامدش نمی شد که افغانستان رفت طرف تبایی ما بسیار علاقمند به این هستم که نظام باید یک ابهت داشته باشه و مامور یک نظام مامور خدمات ملکی یک نظام و یا افسر نظامی یک نظام بدانه که وقتی ما مرتکب یک اشتباه شوم یا یک گناه شوم کتی هست از ما پرسان میکنه این تاثیرات بسیار مفید و مثبت داره ما در ابتدا هم گفتم که ما افغانستان و این حکومت افغانستان به یک اصلاحات دقیق ضرورت داره صحیح. اما اصلاحاتی که نتیجهش خوب باشه پیامد خوب داشته باشه اصلاحات بدین معنا که وقتی یک رئیس اداره یا یک ولسوالی یا یک وزیر یا یک معین یک وزارت اشتباهی را مرتکب میشه یا ناتوان هسته یا بنا به دلایل اینمو ادامه کار به او معقول نباشه درست نباشه و پیامد خوب نداشته باشه اول چاره بدیل دو سنجیده میشه سپس او از کار سبک دوش میشه حرفی که ما داریم امو چی که یک اختلاف نظره که در این وسط هست اینمی است که ما توقع ما بود و هست که وقت تبدیل و تغییر اصلیت دولت هست باید یک مامور متوجه باشه که مرکزی هست تبدیل میکنه صحیح. اما به خاطر از اینکه کار مردم پسمان نشه به خاطر از اینکه هر روز ما و شما در جنگ درگیر هستیم خدا نکنه در سطح یک ولسوالی یک مشکل به وجود نیاید اول یک نفری که توانایی و ظرفیت پیشبرد یک کار داشته باشه به وظیفه گماشته شوه سپس او طرف که به وظیفه سبکدوش اگر مجرم باشه و نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوه و اگر مجرم نباشه به یک جای دیگه به یک اینا یک سکتگی هم فکر میکنید مثلا یک سکتگی هم حتما در این امر هیچ شک وجود نداره که سکتگی آمده
ما عرض کردم قومندان امنی ولسوالی که پاس شوا خو معاون شاس یا مثلا مدیر جنایی است بسیار سیستم موجود داره یا فکر میکنه همه چیز با یک شخص و شما متوجه یک شید باشین میفیرن حکومت در حال سرگردانی است شما با تمام خلاهایی که حکومت گذشته داشت شما امو وقت لاقل کار به شکل عادی خود با خلا و اشتباهات روان بود اما حال یعنی کل ماشین حکومت استاد شده در وزارت خانه ها که بری هیچ چیز وجود نداره ما میواله در خانه ما شاید 20-30 نفر از مردم ایراد باشه که هر روز میرن تا شام به دروازه وزارت تحصیلات عالی وزارت صحت عامه وزارت امور داخله و وزارت خانه هایی که اینا کار دارن میگردن نماشون با دست خالی میان شما قبول بفرماین که همین این روز یک نفر رفت دیروز چند نفر رفت که هیچ کار به اونا صورت نگرفتن به خانه های خود چرا به خاطر از اینکه اینمو وزیر رفت سرپرست اومد وزیر رفت سرپرست شد سرپرست او بیرون شد یک سرپرست دیگه اومد عین شکل هر چی باشه اما سرپرست ولسوالی یا مو قماندان قماندانی نسبت به اون نفری که زیر دست از او هسته چون او زیر مجموعه بوده آدم قوی تر بوده خوب بود که از او قماندان یا ولسوال یک شخص قوی تر میرفت اول وظیفه پست احراز میکرد سپس او بعد به یک جای دیگه به کار گماشته میشد و اینکه اگر اهلیت و شایستگی کار نه دسترس میتونه که برای به یک کار دیگه و یک وظیفه یعنی شما میگین که یار برطرف کرد عجل باید نمی دیگه مقرر میشد حتما باید جای از نو فرم شد خو اینا دیگه خبر مردم این خبر مردم اختیار داد که شما مثلا افراد شایسته رو پیدا کنین می کار و حکومت جداست کار مردم جداست مردم صلاحیت تعذیر داره که همکاری بکنه و حکومت حمایت بکنه و حکومت و همکاری مردم و حکومت میتونه که بسیار مثمر ثمر واقع شه ولی اگه مردم شما بگین شما برین یک قماندان ولسوالی برو پیدا کنین این مردم از کجا میره قماندان ولسوالی پیدا میکنه بعد مردم به 10 دسته تقسیم میشه همین الان قماندانایی که از وظیفه سبک دو شده یا ولسوالی که سبک دو شده ولی یا خوب یا خراب او بحث کنار میگذاره حتما هر کدام در بین منطقه و محیط یک طرفدار خود می داشته باشه این حکومت داری به این قسم نمیشه درست است که مردم ما حکومت مردمی نمیست که برای مردم خدمت گذار باشه صدای مردم را بشنوه بر مردم عرضه خدمات اجتماعی و درست بکنه و مردم با حکومت همکاری بکنه دیر زیاد مننه مجرور صاحب بخنه وارد اتمر صاحب نصری صاحب مجرور صاحب تمیزه که زیاد وقت ورکز دوی پر اتلون که برخه که لمنگ سرنده دی دویمه برخه که مقدل تا لند دما خلو مجروح سبتم مننه وی تردی محل مقصر او خپل بحث بل دو نور میلمانو نصری صاحب و اتمر صاحب سره بیا دوام ورکو.